دنیای سوسا دنیای عجیبیه. یعنی قضیه به این سادگیه که تصورشو میکنین اصلا نیست. هر سوسی داستان مخصوص خودشو داره و امروز میخوایم بریم سر وقت همین داستان. قبل از هر چیز جا داره تشکر ویژه بکنم از کمپانی آنجل که منو توی ساخت این محتوا کمک کرد. کمپانی که محصولاتشون علاوه بر کیفیت بسته‌بندی خوبی داره و با اون کافه رستوران‌هایی که با بسته‌بندی این مدلی خیلی حال می‌کنن. خب دیگه بکوب لایکو تا بریم سر وقت محبوب ترین سس دنیا، ماهونز یا مایونز خودمون. از یه طرف اسپانیایی اونو مال خودشون میدونن، از طرف دیگه فرانسوی ها ولکنش نیستن. قضیه برمیگرده به قرن 18 میلادی، سال 1750. سربازای فرانسوی برای تصرف بخشی از اسپانیا نقشه ریخته بودن. بعد از کلی کشت و کشتار و روزها درگیری، بالاخره این شهر توسط فرانسوی ها فتح میشه. سربازا دیگه نایی براشون نمونده بود، همه مجروح و زخمی و خسته. بعد از این همه فعالیت وقت تجدید قوا و خوردن یه وعده غذای گرم رسید. سرآشپز فرانسوی هم برای درست کردن این غذا در به در دنبال خامه میگشت. آخه وسط میدون جنگ خامه از کجا پیدا میکرد؟ اینجا همون جایی بود که خلاقیتشو به کار انداخت. ترکیب ادویه، تخم مرغ و روغن زیتون محلی همون منطقه. اینجوری شد که سس جدید و جذاب خودشو به اسم ماهونز ابداع کرد. حالا اون طرف قضیه اسپانیایی معتقدن این داستان ناشی از تخیلات ذهن مریض فرانسوی است. در واقع سس ماهونز سالیان سال تو همون ماهون درست می شده و اتفاقا سرآشپز فرانسوی از آشپزای محلی همون منطقه طرز تهیهش رو یاد می گیره. خلاصه بگذاریم. در هر صورت مایونز رفته رفته محبوب و محبوب تر شد و الان تو همه خونه ها پیدا میشه. یه جورایی شد پایه همه سس ها، مثل پایه سس هزار جزیره. سسی که داستان به وجود اومدنش در نقطه مقابل مایونز، از دل یه داستان عاشقانه، از آشپزخونه کشته شخصی جورج و همسرش در سواحل مجمع و جزایر هزار جزیره تو نزدیکی آمریکا و کانادا، اونجایی که آشپز شخصی جورج مواد لازم برای تهیه سس مخصوص جورج رو به همراه خودش نیاورد. پذیرش این اشتباه ممکن بود برای این آشپز خیلی گرون تمام بشه. هرچی جلو دستش بود و با هم مخلوط کرد. ترکیب مایونز، کچاپ، خیارشور، سبزیجات و خلاصه هرچی که فکرشو بکنی. با کلی ترس و لرز این سس رو برای جورج سرو کرد و اتفاقا اینجا همون جایی بود که جورج و همسرش از این سس واقعا لذت بردن. خلاصه همه این سوسا هر قدر که ساده به نظر برسن داستان خاص خودشونو دارن، گاهی حتی نتیجه اشتباه بودن، اما چیزی که مهمه اینه سوسا دنیای غذاها رو تغییر میدن. خیلی از غذاها بر پایه همین سوسا آماده میشن و اگر سوسا ازشون جدا بکنیم تبدیل به یه غذای خیلی معمولی میشن. از پنال پردو بگیر تا بیف استروگانوف و حتی فسنجون خودمون که با سس انار و گردو درست میشه. اما داستان این سس‌های آماده شاید یکم متفاوت تر باشه. این سس‌ها میتونن طعم غذا رو بالانس کنن، به غذا روح ببخشن و اون تکه فاضل گم شده توی طعم غذا رو با وجود خودشون تکمیل کنن. از خوردن سیب زمینی سرخ کرده بگیر که بدون سس اصلاً صفایی نداره، تا سالاد و برگر که بدون سس واقعاً چیزشون کمه. خلاصه تو دنیای امروزی این سوسا شدن قهرمان آشپزا و همون جایی که غذا اونجوری که باید نبود، انتخاب یه سوس درست خوردن همون غذا رو دلچسب‌تر کرد. خب دیگه حالا شما برامون کامنت بذارین این دنیا بدون وجود کدوم سوسه که یه جایش می‌لنگه. بچه‌ها لایک و سابسکرایب یادتون نره که کلی انرژی بهم میده. زنگولان قرتی بازی هم بزنید که ویدیو جدید از دست ندید. خیلی مخلصیم.